برخی از رسانه‌های زرد جلوه‌های پرشور و عظمت زیارت اربعین را نادیده گرفته و با پرداختن به حاشیه‌ها مشغول گزارش حوادثی نظیر سوانح رانندگی در عراق هستند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، ده‌ها رسانه زرد در سطح بین‌المللی مراسم زیارت بزرگ اربعین امام حسین علیه السلام و جلوه‌های عظمت و حضور مردمی در آن را فراموش کرده و نادیده گرفتند و چند روز متوالی است که مشغول تهیه گزارش حوادث جانباختن تعدادی از زائران ایرانی در داخل عراق که عازم کربلا بوده اند می باشند. با هم گزارش علی اکبری را ببینیم. در حالی که همه روز تصاویر شکفت انگیزی از جلوه های بی نظیر از وفاداری و سخاوت و مهمان نوازی شیعیان در عراق به چشم می خورد، اما گویا دوربین ها و چشم های برخی از خبرنگاران و رسانه ها این گونه ایثارها و فداکاری ها را نمی بیند. مراسم اربعین امسال با تمامی سالهای پیشین تفاوت داشته و به شکل بسیار باشکوهی در حال برگزاری است، اما برخی از رسانه ها متاسفانه سعی در وارونه جلوه دادن این رویداد مردمی که دولت ها در آن کمترین نقش را ندارند داشته و به دنبال برخی از اهداف و برنامه های سیاسی شناخته شده خود هستند و با طرح برخی از مسائل حاشیه‌ای از جمله حوادث رانندگی سعی در انحراف از خانه عمومی از توجه به اصل این تجمع بزرگ و پیام آن که بزرگترین گرد همایی سالانه مذهبی دنیاست را دارند. نصیف الخطابی استاندار کربلا با حضور در شبکه جهانی امام حسین با تاکید بر اینکه زیارت اربعین امسال بزرگترین زیارت در طول تاریخ است از تلاش‌های موکب‌های حسینی قدردانی کرده و گفته است حتی همه امکانات ما نیز پاسخگوی این گرد همایی عظیم زائران و خیلی مشتاقان حرم حسینی نیست. وی همچنین با تاکید بر نقش مؤثر موکب‌ها و هیئت‌های حسینی که از سایر استان‌های عراق به کربلا آمده و به زائران خدمات ارائه می‌نمایند اظهار داشته، سهم این موکب‌ها و خدمات آنان فراموش نشدنی است و البته مردم کربلا نیز مهمترین نقش را در خدمت رسانی به زائران حسینی ایفا می‌کنند. برخی از فعالان رسانه‌ای در رابطه با این گونه جهتگیری‌های مغرضانه که ناشی از نگاه دین ستیزانه آنان است گفتند که حوادث رانندگی در همه جای دنیا رخ می‌دهد، اما ما شاهد چنین پوشش پرحجم خبری در شبانه روز نیستیم. امید فراغت روزنامه نگار ایرانی نوشته است. نکته 1، تلویزیون‌های فارسی زبان خارج از ایران در رابطه با تصادف‌های اربعین و تلفات ناشی از آن با این حجم از مسافر نباید سیاه نمایی کنند. نکته 2، با توجه به اینکه تمام هزینه‌های اربعین بر عهده زائران است و موکب‌های مردمی عراقی نیز قضای بین راه را می‌دهند، جمهوری اسلامی دقیقاً کجا هزینه می‌کند؟ این روزنامه نگار شناخته شده سال گذشته نیز در یاد داشتی تحت عنوان اربعین قشون کشی نیست بلکه سنت دیرین شیعیان است نوشت متاسفانه گاه مشاهده می شود برخی مسئولان برای برطرف کردن نقص و کاستی های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از سنت های دیرین جامعه سوء استفاده می کنند تا به منطقه و جهان نشان دهند که اوضاع رو به راه است. وی در ادامه به این نکته اشاره می کند که جای اشکال نیست در پاره ای از زمانها مسئولان مملکت از شور و احساسات فرهنگی و مذهبی بهره برداری کنند، اما اگر این بهره برداری ها دو سویه نباشد و فقط مسئولان از ملت بهره برداری کنند، به جای رویش حد اکثری در فرایند زمان ریزش حد اکثری اتفاق خواهد افتاد. امید فراغت در ادامه می نویسد اگر مسئولان مملکت به فکر اصلاح، درمان و تغییر و تبدیل تمام و کمال نباشند، مسکنهایی که دردها را کوتاه مدت دوا می کنند، راهکار و راه چاره نیست. وی همچنین تأکید می نماید که پیاده روی اربعین سنتی است که در فضای ذهنی شیعیان نهاد سازی شده است، اما احساس می شود سنت پیاده روی اربعین در حال تبدیل به رزمایش و حمایش و سیاسی شده است.
فراغت در ادامه این یادداشت نوشته است: در کنار نقاط قوت پیاده روی اربعین متاسفانه نقاط ضعفی هم به وجود آمده که به تعبیری از کنترل خارج شده است و دل زائران را آزرده خاطر ساخته است. بنابراین مسئولان مملکت تا دیر نشده است پیاده روی اربعین را به خود مردم واگذار کنند. قاعدتا در چنین شرایطی اگر هم سود و فایده‌ای وجود داشته باشد از آن بهره خواهند برد. علی نظری نماینده ادوار مجلس ایران و سردبیر روزنامه مستقل هم در یادداشتی تحت عنوان مشایه اربعین ریشه هزار و اندی ساله دارد نوشته است: مشایه اربعین یک رخداد مذهبی با قدمتی بیش از هزار سال است که اصلا ربطی به حکومت ایران ندارد. این راهپیمایی تاریخی از ابتکارات شیعیان عراقی است که طی هزاره جاری با اخلاص وصف ناپذیری در دهه دوم ماه صفر آن را با خلوصی مثال زدنی برگزار کردند. این فعال و تحلیلگر سیاسی یادداشت خود را چنین ادامه داده که برادران و خواهران عراقی ما در زمان روی کار آمدن صدام تا زمان سقوط او از حضور در مشایعه اربعین محروم شدند. اما اکنون حدود دو دهه است که شیعیان جهان و به ویژه عراقی ها همه ساله در دهه دوم ماه صفر از اقصا نقاط این کشور به نجف می آیند تا در مشایعه اربعین شرکت کنند. علی نظری در ادامه نوشته است: متاسفانه اکنون چند سالی است که دولت و دستگاه‌های حکومتی ایران با ورود به ماجرای مشایعه اربعین تصویر ناخوشایندی از این مراسم را در اذهان گروه‌های مختلف مردمی و منتقدان حکومت ایران رقم زده‌اند. سردبیر روزنامه مستقل این چنین ادامه داده است: مشایعه سالانه اربعین حسینی همان گونه که در عراق خودجوش و مردمی است، در ایران هم باید چنین باشد و دولت ایران از دخالت در این مراسم حذر نماید. مردم شریف ایران که مرید اهل بیت رسول الله در طول 14 قرن گذشته بودند، همواره مدافع، مبلغ و سردمدار تبلیغ و تبیین آرمان حسینی و پیشگام زنده نگه داشتن عاشورای سال 61 هجری بودند و دخالت نهادهای حکومتی ایران در راهپیمایی اربعین هرگز مورد پسند ملت ایران نیست. علی نظری با تأکید بر اینکه عشق و ارادت ایرانیان به اهل بیت عصمت و طهارت با استقرار جمهوری اسلامی ایجاد نشده نوشت: ملت ایران منهای دخالت دولتش در برپایی مناسک محرم، عاشورا و اربعین پیشگام عشق ورزی به ساحت ملکوتی امام حسین بوده است. وی در ادامه نوشته است: مردم شریف ایران مشتاقانه آنچه را که دارند در طبق اخلاص می‌گذارند و برای زنده نگاه داشتن عاشورای حسینی خرج می‌کنند. اما وقتی حکومت می‌خواهد متولای مراسم راهپیمایی هزار و اندی ساله اربعین باشد و آن را به اسم خود تمام کند، بسیاری از ارادتمندان سالار شهیدان که منتقد حکومت ایران هستند این موضوع را بر نمی‌تابند. وی در پایان به نهادهای حکومتی توصیه کرده است که مراسم سالیانه گرامی داشته سالار شهیدان را به مردم بسپارند. علی اکبری، اخبار شیعه. علی نظری، سردبیر روزنامه مستقل از تهران با ما همراه هستند. آقای نظری سلام، وقت شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه بینندگان و شنوندگان رسانه شما و از همینجا سلام میکنم به روح ملکوتی سید و سالار شهیدان آقا عبدالله و همه یاران با وفایش. من در خدمتم. زنده باشید. دلیل سیاه نمایی برخی از رسانه های زرد در رابطه با مشایع اربعین و پررنگ کردن حوادثی نظیر حوادث رانندگی را در چه میبینید؟ بفرمایید. متاسفانه بسیاری از رسانه های آتئیست، رسانه هایی که اساساً با اندیشه دینی با جریان اسلام شیعی مشکل دارن و میبینیم که خب متاسفانه مانند رسانه هایی چون ایران اینترنشنال که مشخص اینها اساساً با
دین و دیانت و به هر حال راه و رسم محمدی و علوی مشکلی دیده ندارن، آمدن و در این سیاه نمایی که علیه مشایع اربعین یا راهپیمایی اربعین هست دایه دلسوزتر از مادر شدن و حوادثی مانند رانندگی. این رسانه هایی که اساساً هیچ گونه همخونی فکر جدی با مردم ایران، با مردم فارسی زبان شیعه ندارند، حالا مشخصه در یک راهپیمایی مانند مشایع اربعین که سالانه حدود 30 میلیون نفر از سراسر جهان و عراق به کربلا میان و در این بزرگترین گرد همایی تاریخ به قول استاندار کربلا شرکت میکنن، حالا یک مثلا تعداد تصادف رانندگی که همونم واقعا دلخراش منجر به کشته شدن و فوت هموطنان ما یا عزیزان شیعه که از هر نقطه جهان برای عرض ارادت به ساحت سالار شهیدان که سرزمین عشق یعنی کربلا میان، قطعا برای ما حتی کشته شدن یک نفر که برسه مثلا به 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر، 100 نفر که دیگه من مشخصه. اینه که به هر حال ما ناراحتیم، اما این کسانی که این گونه دارن حوادث رانندگی و کشته شدن چند نفر رو میخوان بولد بکنن، اساسا اونها هدفشون زدن اربعین، زدن امام حسین و با جای دیگه مشکل دارن. بله آقای نظری، شما خودتان شاهد ایثار و فداکاری شیعیان عراقی در ماهای محرم و صفر در تکریم زائران حسینی بوده اید. چرا برخی از دوربین ها و چشم ها این صحنه های شورانگیز را نمی بینه؟ ببینید، چون اینها این رسانه های مریض که مرض دارن، اینها به دنبال بهانه جویی هستن برای اینکه مردم ایران، مردم عراق و سایر مردمان شیعه در اقصانقات جهان رو روز به روز از دین، از سالار شهیدان، از خاندان مولای متقیان علی ابن ابی طالب بکنن، چون اینا اساساً با اصل جهان تشیع و اصل ارادت مردم به ساحت مقدس آقا امیرالمومنین و فرزندانش مشکل دارن. خب اینها که بهانه جو هستن، بهانه گیری و بهانه تراشی میکنن برای زدن امام علی، امام حسین و سایر مقدسات شیعه، طبیعی است که اینا این فداکاری شیعیان عراق که واقعا به عنوان میزبان بسیار معزز مراسم اربعین انشاءالله در پیشگاه خدا و پیشگاه رسول الله و امیرالمومنین و سید الشهدا، اینها ماجورن. طبیعی است که اینها را اگرم ببینن برون نمیارن. یک ضرب المثل چینی هست، میگن آقا اون کسی که خوابه میشه بیدارش کرد، اما اون کسی که خودشو به خواب میزنه رو اصلا نمیشه بیدار کرد. حالا حکایت همین کسان، این دوربین های مقرز، این چشم های مقرز که اینا اساسا به اصل این گرد همایی حول محور سید شهدا اینا مشکل دارن. طبیعی است که اینها خودشون رو زدن به ندیدن و نمیخوان این عظمت بزرگ شیعیان و به ویژه ایثار مردم عراق عنوان میزبان بزرگترین گرد همایی جهان رو در اربعین ببینن. علی نظری، سردبیر روزنامه مستقل از تهران، با ما همراه بودند.